در جلسه سوم جلال خدا به بررسی برخی از روایات کتاب مقدس در مورد مردمانی خواهیم پرداخت که جلال خدا را به سطح تمثالی که خود از او ساختند تنزل داده و به اشتباه پنداشتند که او نیز مانند انسان فانی و فساد پذیر است. پدر در نام عیسی دوباره تو رو شکر می‌کنیم. ممنونیم که با ما سخن می‌گی عیسی. آمین. پدر در نام عیسی تو رو یک بار دیگه شکر می‌کنیم که با ما سخن می‌گی. نه فقط سخن می‌گی، بلکه روح ترس خدا رو در زندگی اون به ما عطا می‌کنی. این مایه دلخوشی عیسی بود. بگذار مایه دلخوشی ما هم باشه. و می‌طلبم خداوندا که کلام نه تنها به قلب‌هامون نفوذ کنه، بلکه قرار گرفتن روح ترس تو بر ما و در درونمون اونو احساس کنیم. تا باشه که عیسی جلال پیدا کنه. تا در حینی که اونو نگاه می‌کنیم، روح القدس اجازه بده تا اونو بنگریم. توسط روح خدای زنده از جلال به جلال و به جلال برسیم. و به این خاطر در نام پرقوت، شگفت‌انگیز، باشکوه، مقدس و مهیب عیسی، تمام جلال، ستایش و شکرگزاری رو ای خداوند به تو تقدیم می‌کنیم. آمین. 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 میتونیم بشینین تا جلسه سوم هم پس ترس خداوند رو شروع کنیم. عنوان درس جلال خداست. من این رو در جلسه آخرمون گفتم و الان دوباره تکرار میکنم. ما به بحث درباره جلال خدا یا عظمتش ادامه خواهیم داد، چون بدون شناخت عظمتش نمیتونیم به طور شایسته اون رو احترام کنیم. میتونیم بگین آمین؟ برای توضیح بیشتر اجازه بدین داستان کوتاهی رو تعریف کنم. بیا این فرضیه پردازی کنیم. مثلا فردی رو در یک کشور فرض کنیم و برای مثال در بزرگترین کشور دنیا. این شخص تونسته به بزرگترین، چشمگیرترین و عظیمترین اکتشافات علمی که تا کنون بشر شناخته دست پیدا کنه. و نه فقط این، بلکه اون یک طراح مطرح در سطح بین‌المللی، نه تنها در کشور خودش بلکه در تمام دنیا. اکتشافات علمی اون نه تنها برای کشور خودش مفید بوده، بلکه برای تمام کشورهای جهان. اون نه فقط یه دانشمنده، بلکه یک ورزشکاره. در اصل در کشور خودش ورزشکاری برتر از اون وجود نداره، بدون در نظر گرفتن زمین بازی، استادیوم، رشته ورزشی. این مرد تمام رشته ها بهترینه. نه تنها اون بزرگترین مکتشف، دانشمند، طراح و ورزشکاره، بلکه همچنین اون فرمان روای این بزرگترین کشور جهانه. این شخص تصمیم میگیره که به کشور دیگه سفر کوتاهی داشته باشه، کشوری با موقعیت پایین‌تری از کشور خودش. این کشور کوچیک به فراوانی از مزایای اکتشافات علمی، طراحی‌ها و تمام دستاوردهای او بهره برده. اما اون تصمیم میگیره و با خودش میگه من میخوام بدون درباریانم اونجا برم. من قصد ندارم با لباس پادشاهی اونجا برم. میخوام صرفا به عنوان یه آدم معمولی از این کشور ملاقات کنم. یه پیراهن ساده و شلوار جین میپوشم و در خیابان‌های این کشور که موقعیت پایین‌تر از کشور خودم داره قدم می‌زنم. چه اتفاقی می‌افته؟ به تصور من، مردم مثل یک آدم معمولی به اون رفتار می‌کنن، چون اون فقط یه مسافره. حتی بعضی وقتا شاید برخورد بی‌ادبانه‌ای به اون بکنن، شاید احترام و توجه لازم رو به اون نشون ندن. نکته شگفت‌آور اینه که وقتی اون در کشور خودشه، هر جا که قدم می‌ذاش فقط برای دیدن جمعیت زیادی جمع می‌شدن. هر جا که بره به بهترین شکل ازش استقبال میشه و مورد احترام قرار میگیره. اما وقتی به این کشور کوچیک سفر میکنه، اونها اون رو نمیشناسن، اون رو نادیده میگیرن، رفتار مناسبی با اون ندارن، هیچ احترامی براش قائل نمیشن و هیچ کمکی بهش نشون نمیدن. میتونین چنین اتفاقی رو تصور کنین؟ حالا بیاین روایت یوحنا رو از اومدن عیسی به این جهان بشنویم. یوحنا 1:10-11 میگه او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. درست مثل اون مرد بزرگی که به کشوری با موقعیت پایین‌تر رفت، کشوری که وجودش منفعت‌های زیادی برده بود. عیسی هم کسی که جان به واسطه او پدید آمد و حکمتی رو به ما بخشید تا بزرگترین اکتشافات علمی صورت بگیرد، به این جهان اومد و جهانی که به واسطه او پدید آمده بود او را نشناخت. اما بدتر و اسفناک‌تر این بود که او به ملک خیش اومد. کسانی که درباره اومدن او موعظه می‌کردند، کسانی که مزایای وعده‌های عهد او بهره برده بودند، کسانی که به واسطه قدرت عظیمش از اسارت‌هاشون رها شده بودن، او به ملک خیش آمد و ایشان او را نپذیرفتند. نه فقط او را نشناختند، بلکه او را نپذیرفتند.
خدا دلیلش رو بازگو میکنه. اون توسط اشعیای نبی این رو نبوت کرده بود و عیسی گفته های اشعیا رو دوباره نقل قول میکنه. خدا گفته بود چون که این قوم از دهان خود به من تقرب میجویند و به لبهای خیش مرا تمجید مینمایند، اما دل خود را از من دور کردن و ترس ایشان از من وصیتی است که از انسان آموختند. بله، وصیتی است که از انسان آموختن. ترجمه امپلیفاید میگه ترس و احترام آنان به من قوانین انسانی هستند که آنها با تکرار کردنشان از حفظ کردند بدون تفکر در مورد آنها. بنابراین میتونیم ببینیم که خدا چی میگه. در اصل اون گفته که قوم اسرائیل عظمت خدا را تا سطح یک انسان فانی تنزل داده بدون ارائه هیچ اندیشه قابل تأملی از کیستی خداوند. اونها خدا را در قالب تصویر خودشون که ساخته بودن خدمت میکردن، نه بر اساس تصویر حقیقی اون، بلکه بر اساس معیارهای انسانی. ترس خداوند توسط قوانین انسانی به اونها تعلیم داده شده بود. در نتیجه معیارشون و دیدگاهشون نسبت به خدا توسط قوانین انسانی شکل پذیرفته بود. به زبان ساده اونها خدا رو کوچکتر از اونچه که هست به تصویر کشیده بودن. با من این همون ریشه گناه آدم بود. این رویکرد فقط به نسل هم عصر با زمانی که عیسی روی زمین بود محدود نمیشه، بلکه در نسل‌ها و نسل‌ها و نسل‌های پیش هم وجود داشته. متاسفانه، حقیقتاً متاسفانه، آدم و حوا به مشورت مار گوش دادن. اونها به حکمت مار گوش دادن. در پیدایش 3:5 مار گفت خدا میدونه در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. برای آدم این فکر که اون میتونه سوای خدا مثل خدا باشه فکر بی‌معنی بود. با منی؟ بگین آمین. آدم با ذهنیت باطل و پوچش عظمت خدا رو تقلیل میده. این دقیقا اون کاری بود که لوسیفر کروبی مست شده آسمان رهبر ستایش و پرستش آسمان انجام داد. لوسیفر گفت به آسمان صعود نموده مثل حضرت اعلی خواهم شد. لوسیفر در ذهن خودش تصویر خدا و عظمتش رو به سطح خودش تقلیل داد. اون یک کروبی بزرگ بود، اعظم‌ترین در آسمان، اما اون جایگاه و ماهیت خدا را تا سطح خودش تنزل داد. اون به این ترتیب موفق به اخفال آدم و حوا شد. اون ترس خدا را از اونها گرفت و به دنبالش اونها مهیای نااطاعتی از خدا شدند. ریشه تمام نااطاعتی ها، ریشه تمام گناهان، عدم وجود ترس خداونده. میتونی بگین آمین؟ فرزندان اسرائیل هم دقیقا این کار رو در بیابان انجام دادن. میدونین؟ اسرائیل 430 سال در اسارت مصر بود. خدا رهایی دهنده‌ای به نام موسی رو بلند کرد. در حقیقت موسی در قصر فرعون که اسرائیل رو در اسارت خودش داشت به عنوان یک شاهزاده پرورش پیدا کرد. خدا در بوته مشتعل بر فراز کوه سینا خودش رو بر موسی مکشوف کرد. خدا فرمود من آمدم تا قومم را رهایی دهم و تو آن رهایی دهنده‌ای خواهی بود که من او را به کار خواهم گرفت. موسی اسرائیل رو از بند مصر رهایی بخشید. شگفت انگیزترین نکته برای من اینه که به موسی نگاه می‌کنم. او در یک بی‌نظیرترین قصرها پرورش پیدا کرد. تمام غلامان گوش به فرمان او بودند. تمام امکانات لازم رو در اختیار داشت، اما هرگز بعد از خروج از مصر نگفت میخوام برگردم، مصر برای من جای بهتری بود. اون همون سختی هایی رو متحمل شد که قوم اسرائیل متحملشون شدند، اما قوم اسرائیل دائما به عقب نگاه میکرد و میگفت مصر جای بهتری برای ما بود. موسی فکر کرد چه چیزی نگاهم رو به خدا متمرکز نگه داشت. اون چه که منو وادار کرد تا بگم هرگز نمیخوام به مصر برگردم این بود که من گوشه‌ای از عظمت خدا رو در بوته مشتعل دیده بودم. من سخنان او رو مستقیما از دهانش شنیده بودم. بنابراین من بایست این قوم رو مستقیما به سمت اون کوه هدایت کنم. به همین دلیل اون به فرعون گفت قوم مرا رها کن تا مرا در بیابان عبادت کنم. اون نگفت قوم را رها کن تا به سرزمین موعود برسن. وقتی شما بدونین که در گام اول مردم رو با عیسی آشنا کنین، اونها رو با وعده های او آشنا میکنین، اونها سرزمین موعود رو به سرزمین بت پرستی تبدیل میکنن. موسی گفت من باید اونها رو به همون کوهی که خداوند رو اونجا ملاقات
کردم ببرم. وقتی اونها به کوه رسیدن، موسی گفت: خیلی خوب ای مردم، برنامه اینه. خدا با من صحبت کرده و او گفت که قصد داره عظمت و جلال خودش رو بر شما مکشوف کنه. شما باید این کارها رو انجام بدید. ظرف دو روز آینده خودتون رو آماده کنین، چون صبح روز سوم خدا به معنای واقعی کلمه بر این کوه نازل میشه و جلالش رو، عظمتش رو آشکار خواهد کرد. خدا در روز سوم بر اون کوه فرود آمد. وقتی او اومد، مردم به طرز شگفت‌انگیزی واکنش نشون دادند. اونها وحشت زده از حضور خدا فرار کردند. به همین دلیل در خروج 20:20 موسی خطاب اونها میگه: مترسید، زیرا خدا برای امتحان شما آمده است تا ترس او پیش روی شما باشد و گناه نکنید. وقتی به این آیه نگاه میکنیم، اون در نگاه اول یه تناقض به نظر میرسه. موسی میگه مترسید، بگین ترس. اون چه که میگه اینه: از خدا نهراسید، چون خدا برای آزمودن شما آمده تا ببینه که آیا ترس او، یعنی ترس مقدس و الهی او در دل شما است یا نه، چون ترس مقدس شما را از ارتکاب به گناه باز خواهد داشت. بنابراین دقیقا همینجا موسی بین هراسیدن، بیمناک بودن از خدا و ترس خداوند تفاوت قائل میشه. این دو با هم متفاوتن. قوم خدا به دلیل نداشتن ترس خداوند پا به فرار گذاشتن و گفتن: موسی، ما از او هراس داریم، ما وحشت زده ایم، تو برو با او سخن بگو، ما گفته‌های او را اطاعت خواهیم کرد. درست؟ پس موسی میره نزد خدا و خدا میگه: بسیار خوب، من میخوام تو و هارون بیاییم به بالای کوه. جالب اینجاست، وقتی که شما ادامه ماجرا رو از کتاب خروج میخونین، در آخر میبینین که موسی 40 شبانه روز رو بر فراز کوه سپری کرده، اما بنا به دلایلی هارون رو بعد از 40 روز در میان مردم میبینیم. چرا؟ چون او از در میان مردم بودن بیشتر احساس راحتی میکرد تا ماندن در حضور خدا. این چیزیه که شما در افرادی خواهید یافت که ترس خداوند رو در دل ندارن. اونها از اینکه همراه مردم باشن بیشتر احساس راحتی میکنن تا اینکه با خدا باشن. شخصی که به راستی ترس خداوند رو داره، مردم رو و همراهی با اونها رو دوست داره. اما محبت و اشتیاقش اینه که به خدا نزدیک باشه، چون ترس خداوند ما رو به سمت اون میکشونه. ترس خداوند شما رو از هر نوع ترس دیگه از انسان رهایی میبخشه. کسانی که ترس انسان اونها رو به دام انداخته، مردم درباره من چی فکر میکنن؟ کسانی هستن که ترس خداوند رو در دل ندارن. ترس خداوند بی‌نهایت رهایی بخش و آزادی بخشه. وقتی موسی بر فراز قله کوه بود، خدا خودش رو بر اون مکشوف کرد. اما میدونی هارون چیکار کرد؟ مردم دور هارون جمع شدن. هارون صاحب عطای رهبری بود. رهبری ویژگی خاصی داره مبنی بر قدرت جذب کردن مردم. اگه شخصی صاحب عطای رهبریه، مردم جذب این شخص میشن. این خصلت جنبه ای از این عطاست. هارون صاحب این عطا بود، مردم جذب اون شده بودن. مردم حول هارون جمع میشن و بهش میگن: هارون، خدایی برای ما بساز که پیش روی ما بخرامد. بعد هارون به اونها میگه که طلا و نقره هاشون رو به اون بدن. هارون طلاها و نقره ها رو ذوب میکنه و طلای مذاب گوساله طلایی درست میکنه. ما داستان رو میدونیم، درسته؟ بعد در خروج 32:4 میبینیم که به محض ساخته شدن گوساله، مردم چنین عبارتی رو به زبان میارن. اونها میگن: ای اسرائیل، این خدای توست که تو را از مصر رهایی بخشید. خب معادل لغت خدا در زبان عبری لغت الوهیمه. الوهیم تقریبا کمی بیش از 2000 بار در عهد عتیق به کار رفته. در اغلب موارد الوهیم اشاره به خدای قادر مطلقی داره که ما او رو خدمت میکنیم. در برخی موارد الوهیم در عهد عتیق برای اشاره به خدای کاذب به کار رفته. اما اجازه بدین روشن‌تر صحبت کنم. این لغت همچنین اشاره به خدا میکنه. اگه به پیدایش نگاه کنین، تنها بیش از 30 بار در باب اول پیدایش این لغت رو میبینیم: خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. لغت خدا در اینجا هم الوهیمه. بنابراین گفته قوم اسرائیل رو بایستی بار در نظر گرفتن این پیش زمینه بخونیم. اونها گفتن: ای بنی اسرائیل، این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد. اونها درباره چه کسی دارن صحبت میکنن؟ بلافاصله در آیه بعدی میبینیم هارون با آنها گفت: فردا برای خداوند جشن میگیریم. کلمه خداوند رو میبینیم. معادل خداوند در زبان عبری یهوه یا جهوه است. این تنها نام و حقیقی ترین نام خداست که چنان مقدس بود که کاتبان عبری بعدها حتی واکه های اون رو نمی نوشتن. این نام یهوه جهوه هرگز در کتاب مقدس برای اشاره به یک خدای کاذب به کار نرفته. اون چه اتفاق افتاد با اینکه گوساله از آتش بیرون اومد و مردم الان کم بنگرید الوهیم، خدایی که ما رو از مصر رهایی داد. و بعد هارون گفت: فردا برای خداوند جشن میگیریم.
در حالی که مستقیما به اون گوساله اشاره میکرد. نکته شگفت انگیز اینه که اونها به گوساله نگاه نکردن و نگفتن بنگرید یکی از خدایان مصری که ما را از بندگی مصر رهایی داد، بلکه اونها گفتن بنگرید یهوه. اونها این کار نکردن که این یهوه بوده که اونها را از مصر رهایی داده. اونها هنوز تصدیق میکردن که یهوه اونها را از مصر رهایی داده. اونها هنوز اعتراف میکردن که اون همون خداییه که باید عبادتش کنن. اما اونها تصویر اون رو تا سطح یک تصویری که در جامعه‌ای که 400 سال در اون زندگی کرده بودن تصویری متداول و معنوس بود تقلیل داده بودن و اون تصویر یک گوساله طلایی بود. میفهمین؟ اونها تصویر خدا جلالش رو تا سطح تصویری که براشون معنوس بود تنزل داده بودن. به همین علت خدا هارون رو فراخوان تا به فراز قله کوه بالا بیاد. خدا نمیخواست تا چهره اشتباهی از او توسط این رهبر ترسیم بشه، اما انتخاب هارون یعنی موندن در کنار مردم موجب رخ دادن چیزی شد که در جامعه‌ای که در اون بزرگ شده بود امر متداولی بود و اون ساخته شدن اون گوساله بود. و هارون گفت بنگرید، ما قصد داریم تا برای یهوه جشن بگیریم، خدایی که ما رو از مصر بیرون آورد. میتونی بگین؟ متوجه شدید؟ آیا به دنبال تعالیم بیشتر از جان و لیزا بیور هستید؟ اگر کسی را میشناسید که به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت میکند، او را به سایت cloudlibrary.org ببرید. زبان مورد نظرتان را انتخاب و از منابع مختلف در کتابخانه گسترده ما بهره ببرید. کتاب الکترونیکی، مجموعه تعلیمی، ویدیو، پیام‌های شنیداری. برای دریافت منابع تازه رجیستر کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت cloudlibrary.org بروید. در عهد عتیق شاهد این هستیم که چگونه خدا به تصویری همسط تصویری که در اون جامعه وجود داشته تنزل پیدا میکنه. خب من خبری براتون دارم و اون خبر خوبی نیست. پولس رسول گفته که چنین چیزی در عهد جدید هم رخ داده، در حقیقت در همین عصری که همکنون در اون زندگی میکنیم. پولس در رومیان 1:20-21 مینویسه زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا. در این مورد در جلسه گذشته صحبت کردیم، بحث ستارگان و خلقت، در مورد خلقت، یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را میتوان با ادراک از امور جان مخلوق به روشنی دید. الوهیت او حتی در خلقت او آشکار شده. شگفت انگیز نیست؟ پس آنان را هیچ عذری نیست، زیرا هر چند خدا را شناختند. میبینین چی میگه؟ میبینین؟ اونها خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند. او را برای اونچه که بود حرمت نداشتند، درست؟ فرزندان اسرائیل تصدیق میکردند که یهوه رهاننده اونهاست، اما جلال، حرمت و اکرامی که شایستش بود رو به او ارزانی نکردند. خب، چیز زیادی تغییر پیدا نکرده. رومیان 1:23 را نگاه کنین. جلال خدای غیرفانی را با تمثال‌های شبیه انسان فانی معاوضه کردند. جلال خدای غیرفانی را با تمثال‌های شبیه انسان فانی معاوضه کردند. ما امروز در جامعهمون گوساله، حشرات یا خزندگان را نمی‌پرستیم. منظور فرهنگ آمریکاییه. شاید چنین چیزی رو در جایی در آسیا پیدا کنین، اما در فرهنگ ما چنین چیزی رو پیدا نخواهید کرد. فرهنگ ما چه چیزی رو میپرسته؟ پول. اما بیاین بریم سراغ ریشه، انسان فانی. رسانه ها خیلی به سرعت شخصیت هایی رو بزرگ میکنن. اونها در این صددن که ستارگان موسیقی راک رو در چشم کودکان خدایان جلوه بدن. در این جامعه ما انسان فانی رو میپرستیم. اگه اومانیسم رو نگاه کنیم، بنیانش پرستش و ستایش انسانه. جامعه ما تصویر خدا را به سطح یک گوساله تنزل نخواهد داد. اونچه که ما انجام خواهیم داد، تنزل دادن جلال او به سطح تصویریه که به شباهت خود ما ساخته شده. بنابراین، به عبارت دیگه، ما او را جلالی که در اون ساکن فرود میاریم و به سطح جایگاه انسانی خودمون اون را تنزل میدیم. این فکر سالها و سالها و سالها ذهنم رو درگیر خودش کرده. ما عیسی رو با تصویری که خودمون ازش ساختیم خدمت کردیم. در این 25 سال با سفر کردن به صدها و صدها و شاید بیش از هزار کلیسا، من شاهد این بودم که ما چگونه تصویر خدا را به تصویر شخصی که مثل ماست تقلیل دادیم. ما اعلام میکنیم، ما میگیم اون دوست منه،
اون رفیقمه. حالا اشتباه برداشت نکنید. عیسی گفت دوستان من شمایید. اما بعد او یه شرط لازم یا یک پیش شرطی رو مطرح کرد. او گفت اگر آنچه به شما حکم می‌کنم انجام دهید. ابراهیم به این دلیل دوست خدا بود که فرمانش رو اطاعت کرده بود. او از کلام خدا ترسان بود. او حتی زمانی که سخن خدا منطقی به نظر نمی اومد از او اطاعت کرد. وقتی که خدا گفت پسر تنها پسرش رو به من بده، پسری که 25 سال براش انتظار کشیدی، خدا گفت تو دوست من هستی. عیسی گفت دوستان من شمایید، اگر آنچه به شما حکم میکنم انجام دهید. اما ما سبک سرانه خدا رو دوست خودمون اعلام میکنیم. در طی سالها ما تصویر او رو تقریبا تا حد یک بابا نوئل که در آسمون هاست و هرچی ازش بخوایم اون رو به ما میده تقلیل دادیم. ما امروز چنین برداشتی داریم که خدا نیازهای منو میفهمه، اون منو میفهمه، اون تمام خواسته ها و آرزوهای منو برآورده خواهد کرد. ما اساسا خدا را به دو شیوه ای که مطرح میکنم به تصویری هم سطح خودمون تنزل دادیم. اولین شیوه ای که در اون ما تصویر خدا رو به سطح تصویر یک انسان تنزل میدیم، عمل کردن به شیوه ای که گویا خدا اعمال و سخنان یا انگیزهای ما رو نمیبینه. اگر به حزقیال 8:12 نگاه کنید، خداوند در مورد رهبران قوم چنین میگه: رهبران روحانی یک ملت خداشناس، قومی که با خدا وارد عهد شده، رهبران قوم خدا. بله، رهبران قوم خدا، قوم او. ببینین حزقیال 8 میگه: ای پسر انسان، آیا آنچه را که مشایخ خاندان اسرائیل در تاریکی بر کس که در حجره های بت‌های خیش میکنند دیدی؟ اونها تمثالی از خدا ساخته بودند، زیرا میگویند که خدا ما را نمیبیند. اگه شما در میان قوم اسرائیل زندگی میکردین، هرگز نمیتونستیم بگیم که خدا وجود نداره. اگه در میان ملتی با چنان سرگذشتی زندگی میکردیم، هرگز آگاهانه دانسته نمیتونسته بگیم که چشمان خدا نمیبینه. این حرفی نبود که اونها با صدای بلند به هم دیگه میگفتن. به باور من این فکری بود که اونها در اثر نداشتن ترس خداوند به طور عمیق اون رو در دلهای خودشون پرورش داده بودن. اونها چنین تلقی میکردن که خدا مثل بقیه است، چون من میتونم نیت و انگیزه هام رو از شما مخفی کنم، من میتونم مواردی رو از سایر مردم پنهان کنم. اونها فکر کردن که میتونن اعمال خودشون رو از چشمان خدا پنهان کنن. این اون شیوهیه که در واقع این شیوهیه که اونها تصویر خدا رو به تصویر یک انسان تنزل دادن، و این همون شیوهیه که امروز مردم میتونن تصویر عیسی رو از اون چه که هست به تصویر یک انسان تنزل بدن. زیرا اگه عهد جدید رو به دقت بخونیم، متوجه میشیم که عبرانیان 4:13 میگه هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست. من دارم این رو از عهد جدید میخونم. هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست. الان از عهد عتیق چیز نمیخونم، دارم نوشته عبرانیان رو میخونم که یکی از آخرین کتابای عهد جدیده. هیچ چیز از نظر خدا پنهان نیست. هیچ چیز از نظر خدا پنهان نیست. من صرفا میخوام این کلمات به خوبی فهمیده بشن. شما نمیتونین چیزی رو از او پنهان کنین، اما وقتی ببینین چه عده زیادی سعی در انجام این کار دارن، تعجب خواهید کرد. اگه بدونین چه عده زیادی عمیقا و به طور ناخودآگاه دقیقا مثل رهبران اسرائیل فکر میکنن خداوند ما رو نمیبینه، شگفت زده خواهید شد. اگه شما به راستی و واقعا ایمان داشته باشید که هیچ چیزی نمیتونه از چشمان خدا پنهان بمونه، شرط می‌بندم شما در مورد اون خادم به اون شکلی که صحبت کردین صحبت نمی‌کردین. شرط می‌بندم در مورد دوست ایماندارتون به اون شکلی که صحبت کردین صحبت نمی‌کردین. شرط می‌بندم برخی از شما حتی فیلم‌هایی رو که قصد دیدنشون رو دارین زیر سوال می‌بردین، اگه واقعا آگاه هستین که شما همراه با روح القدس وارد اون سینما می‌شین. من شریعت‌گرا نیستم. شریعت‌گرایی کشنده است. من شریعت‌گرایی متنفرم. خدا شریعت‌گرایی متنفره. خدا شریعت گرایی متنفره. نکته جالب اینه که وقتی من برای ملاقات جیم برکر به زندان رفته بودم، اون گفت که خدا با او سخن گفته و من هرگز اونو فراموش نمی کنم. 16 سال پیش روزی در حالی که با گریه مشغول دعا بود، خداوند در سلول زندانش در قلبش به او گفته بود: جیم، چرا مردم خودشون رو با همون چیزهایی که اون میخوا رو به دستهای من فرو کردن سرگرم می کنن؟
تصور میکنم اگه ما واقعا باور داشتیم که قادر به پنهان کردن هیچ چیزی از چشمان خدا نیستیم، به شیوه دیگه‌ای با همسر یا فرزندانمون صحبت میکردیم. وقتی شما در حالی که ترس خداوند رو در دل دارین زندگی کنین، میدونین که هیچ چیز از اون پنهان نیست. در گذشته خادمی می بودن که مطالبی به من می گفتن که من شنیدنشون از ترس به لرزه می افتادم. می گفتن چطور در حالی که مشغول خدمت هستی می تونی چیزهایی رو بگی؟ آیا فکر می کنی خدا صرفاً چشم پوشی می کنه؟ صرفاً نگاش رو بر می گردونه؟ با منید؟ عبرانیان 4:13 میگه هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او عریان و آشکار است. همه چیز، همه انگیزه ها، نیات، سخنان و اعمال در برابر چشمان او آشکار است، چون او یک انسان نیست. با منید؟ همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست عریان آشکار است. به همین علت عیسی در لوقا با لحنی قاطعانه به کسانی که دوستشان داشت در لوقا 12:5 میگه، من از روی کتاب مقدس این رو براتون میخونم، شما نمیتوانید برای همیشه شخصیت واقعی خود را پنهان کنید، به زودی آن عریان خواهد شد. نمیتوانید برای همیشه در پشت یک نقاب مذهبی خود را پنهان کنید، دیر یا زود نقاب کنار خواهد رفت و شخصیت واقعی شما برملا خواهد شد. نمیتوانید چیزی در خلوت نجوا کنید و سپس با صدای بلند خلافش را موعظه کنید. دوستان به شما میگویم خدا آن کسی است که باید از او بترسید. در از چی داره میگه؟ اگه ترس خداوند را داشته باشید، خودتون را شخصی متفاوت از اون چه که هستین جلوه نخواهید داد. افرادی که خودشون رو متفاوت از اون چه که هستن جلوه میدن، در از خودشون رو فریب میدن. پولس میگه من خدا را با وجدانی پای خدمت کردم. به عبارت دیگه من وجدانم را از آلایش محافظت کردم. من همان گونه که هستم خودم رو جلوه دادم و اگر اون گونه ای که هستم ایرادی داشته، نزد خدا میرم و اجازه میدم که با فیض خودش اون ایراد رو برطرف کنه. هاللویا! چون این عمل کرده خاص فیضش هست. فیض اون حضور قوت بخش اوست که به ما توان انجام کاری رو میبخشه که بدون اون هرگز با تکیه بر توانایی ذاتی خودمون قادر به انجامش نیستیم. کسی که ترس خدا رو داره میگه این وضع اصلا خوب نیست. من درباره بعضیا غیبت کردم. چنین کشش و رغبتی در من وجود داره. قصد ندارم این وضع رو کتمان کنم. دیگه نمیخوام طوری رفتار کنم گویا که من یک جنجوی بزرگ روحانی هستم، در حالی که در واقعیت من پشت سر برادران و خواهرانم غیبت میکنم. خدایا این مایه انزجار و نفرت توه. تو از چنین چیزی که میان برادران بذر نفاق میپاشه متنفری. خدایا این مورد رو از زندگی محو کن. حالا اون چه رخ میده اینه که شما دیگه چیزی برای پنهان کردن ندارین. ترس خداوند طاهر است. مزمور 19:9. ترس خداوند طاهر است. طاهر. شما نمیتونید برای همیشه شخصیت واقعی خودتون رو پنهان کنید، به زودی عریان میشه. نمیتونید برای همیشه پشت یه نقاب مذهبی خودتون رو پنهان کنید، دیر یا زود نقاب کنار میره، شخصیت واقعی شما برملا میشه. نمیتونید چیزی در خلوت بگید و سپس با صدای بلند خلافش رو موعظه کنید. دوستان به شما میگویم خدا آن کسی است که باید از او بترسید، چون او شما را از این مورد حفظ خواهد کرد، کسی که تمام زندگی شما در دستان اوست. در دوم قرنتیان 5:8 پولس میگه آری ما چنین دلگرمیم و ترجیح میدهیم از بدن قربت جسته نزد خداوند منزل گیریم. ما میدونیم که پولس اینجا داره با ایمانداران صحبت میکنه، چون وقتی یک گناهکار میمیره به جهنم میره. این سخنی بی‌رحمانه نیست، بلکه بازگو کننده حقیقته. باید به یاد داشته باشیم که عیسی گفت من نیامدم تا جهانیان را محکوم کنم، بلکه آمدم تا آنها را نجات بخشم. چون دنیا از پیش محکوم شده، اون اومده تا ما را از محکومیتی که خودمون واسش بودیم نجات بده. اما پولس اینجا داره به مسیحیان اشاره میکنه. ما میدونیم که مخاطبش صرفا ایمانداران هستن. در دوم قرنتیان 5:9 میگه پس خواه در بدن منزل داشته باشیم و خواه در قربت از آن به سر بریم، این را هدف قرار دادیم که او را خوشنود سازیم.
ترس خداوند ما رو به سمت خوشنود ساختن خدا سوق میده. بارها شما در برابر دوراهی گزینش قرار میگیره. آیا کسی که الان در مقابلم هست رو خوشنود کنم یا اون کسی رو که نمیبینم؟ ترس خدا باعث میشه این موضوع همیشه پیش چشماتون باشه. داوود میگه خدا رو همواره پیش روی خود میدارم. ترس خداوند باعث میشه تا حتی اگه مجبور باشین باعث رنجش کسی بشین که اون رو میبینین ولی کسی رو که نمیبینین نرنجونین. آیه 10 جواب رو به ما میده. چرا این رو هدف قرار دادیم؟ آیه 10 11 به ما میگه زیرا همه ما باید، او صرفا داره درباره ایماندارا صحبت میکنه، همه ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بنا بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده سزا یابد. پس چون معنای ترس خداوند را میدانیم میکوشیم مردمان را مجاب کنیم. پولس میگه ترس خداوند شما را برای رویارویی با او و حساب پس دادن به او آماده نگاه میداره. بله، ما ایمانداران قرار نیست برای گناهانمون حساب پس بدیم، چون گناهانمون توسط خون عیسی محو شدن. اما برای کارهایی که در جسم انجام دادیم و مایه ناخوشنودی خدا بوده حساب پس خواهیم داد. مثل پتروس وقتی رفتار ریاکاران خود نشون داد، چون اون با ایمانداران غیر یهودی هم سفره بود و وقتی دوستاش یعقوب و دیگران به اورشلیم اومدن اون پا پس کشید و خودش را از غیر یهودی‌ها جدا کرد، از اونها فاصله گرفت، چون نمی‌خواست یعقوب از که او با غیر یهودی هم سفره بوده ناراحت بشه. پولس برای تمام کلیسای غلاطیان پتروس رو ریاکار خطاب میکنه. در اون موقعیت پتروس نشون میده که ترس خداوند رو در دل نداره. این میتونه یکی از بدترین چیزهایی باشه که پتروس مجبور در موردش حساب پس بده. اون یه گناهی نیست که تأثیر ابدی بر سرنوشتش داشته باشه، بلکه موردیه که راجع به اون باید جواب او باشه. با منی؟ بگیم با منی. شیوه دومی که در طی اون تصویر خدا رو به سطح خودمون تنزل میدیم، خداوند رو به شبیه خودمون فرض کرد. چنین کسایی میگن خدا دوست منه، اون از دل من باخبره. اما معمولا این نگرش تلاشی برای توجیه اعمالیه که در تناقض با عهدمون هستن. واقعیت اینه که این افراد در نااطاعتی از کلام خدا هستن. در مزمور 50:16-22 از ترجمه مسیج اینو براتون میخوام. خدا میگه تو را چه که فرایز مرا بیان کنی، به نحوی سخن میگویی که گویا ما با هم رفیق هستیم. اون میگه تو را چه که موعظه میکنی. حالا شما متوجهی که خدا چنین چیزی رو به کسی نمیگه که در بار نشسته و نمیخواد هیچ کاری با خدا داشته باشه. یه شنبه صبح هم بعد مستی میگیره میخوابه. مردمی که در بار هستن بعد از خوردن آبجوشو نمیگن میدونی من یه مکاشفه عالی از خداوند دریافت کردم، اون روز داشتم کلام رو میخوندم. نه، اینجا او با یه فرد گناهکار که در خیابونه صحبت نمیکنه. او داره در مورد اشخاصی سخن میگه که کلام خدا رو موعظه میکنن و خودشون رو دوست عیسی میخونن. او میگه تو را چه که فرایز مرا بیان کنی، به نحوی سخن میگویی که گویا ما با هم رفیق هستیم. هرگاه در رو کوبیدم تو هرگز آن را بر من نگشودی، تو مانند زباله با کلام من رفتار کردی، تو از تعدیب و اصلاح من بیزاری. اوه، به قصد تعدیب با من حرف نزنین. خدای من منو دوست داره. منو سرزنش نکنین و مقصر نشمارین. تو احکام من رو رد کردی. چون دوز را میبینی او را رفیق خود میسازی. گیریم که طرف از یه شرکتی داره اختلاس میکنه، اما من کلیسا میرم و من تولد تازه دارم و ما صرفا میخوایم با هم دوست باشیم. فهمیدی؟ زناکاران را برای دوستی انتخاب میکنیم. ما طلاق خواهیم گرفت و یه الگوی جدید رو پیش میگیریم. ما یه نسخه جدید و بهتری رو تهیه میکنیم. اون یه زناکاره، شوهر خودش رو ترک کرده. بعد همه در کلیسا میگن خب ما نیازهایی داریم، خدا ما رو درک میکنه. غیر اینه؟ شما میگین غیر اینه؟ در این رابطه ما چیز دیگه میگیم؟ دهان خیش به بدی میگشایی. کتاب مقدس به ما حکم میکنه گفتار زشت و سخنان مبتذل به هیچ روزی بنده نیست. ترس خداوند شما را از این موضوع محافظت میکنه. زمانی که روح ترس خدا بر شما قرار گرفته باشه، دیدبانی بر دهان شما حاضر خواهد بود. زبانت را به فریب عادت داده ای. تو آماده ای تا به خیشانت نیز تهمت بزنی و آنان را متهم کنی. زمان شلکن سفکن در آوردن با من به سر رسیده است. خدا میگه زمان شلکن سفکن در آوردن با من به سر رسیده. تمام این کارها را کردی و من چیزی نگفتم. دقت کنید، خدا میگه من چیزی نگفتم. او ساکت مونده. پس چون چیزی نگفتم پنداشتی که من نیز چون تو هم. این حرف رو خدا داره میزنه.
تو فکر کردی این واقعیت که من ساکت موندم و بلا فاصله تعریفت نکردم به نشانه این بوده که من مشکلی با تو نداشتم و من هم صرفا مثل تو هم، اما حالا تو رو سرزنش و توبیخ میکنم و موضوع رو برات روشن میکنم. کتاب مقدس میگه تنها کسانی که در کتاب مقدس میبینم که خدا اونها رو دوستانش میخونه کسانی هستن که کلام خدا رو با ترس احترام میکنن و بدون در نظر گرفتن بهای اطاعت به سرعت از اون اطاعت میکنن. میخوام که در انتهای این جلسه به این موضوع فکر کنیم. در ایام آخر ما تصویر خدای غیرفانی رو، خدایی که در جلسه گذشته دربارش موعظه کردم، او که با وجبش کائنات رو اندازه گرفته، به سطح تصویر یک انسان فانی تنزل خواهیم داد. اونها خدا رو رفیق خودشون خواهند داشت. منظورم رفیق به تعبیر عامه کلمه است. ترس خداوند شما رو از انجام چنین کاری باز می‌داره. اون شما رو در امان حفظ خواهد کرد تا مبادا مرتکب اون خطایی بشین که آدم و حوا یا فرزندان اسرائیل مرتکب شدن. خواهان ترس خداوند باشین. اون مایه دلخوشی و خواسته عیسی بود. اون رو از آن خودتون کنید. در جلسه چهارم در خواهیم یافت پیش از آن که خدا جلالش را آشکار سازد باید نظم و ترتیب الهی مستقر گردد و به محض آشکار شدن جلالش یا برکتی عظیم را تجربه خواهیم نمود یا داوری عظیمی را.